نیکولا تسلا به عنوان یک آدم خوب و خیرخواه در فقر مرد، اما ادیسون به عنوان کسی که از بقیه سوء استفاده میکرد بسیار ثروتمند شد. مارک زاکربرگ سر هم کلاسیاش کلاه گذاشت، ایده فیسبوک رو ازشون دزدید و موفق شد. بیل گیتس نسخه اولیه ویندوز رو از یه برنامه نویس بی پول خرید، شرکتش رو راه اندازی کرد و موفق شد. شاید شما هم توی زندگیتون آدم هایی رو میشناسین که زیاد خوب نیستن اما ثروتمند و موفقن، و افرادی که قلب پاک و رئوفی دارن و آدم های خوبی هستن معمولا فقیرن. چرا اینطوره؟ مسیحی ها میگن آدم خوب باید فقیر باشه و آدم فقیر به خدا نزدیکتره. آیا این حرف درسته یا نوعی تسکین برای مردم فقیره؟ آیا در جهان عدالتی نیست و خوب بودن پاداشی نداره؟ آیا آدم های بد رازی رو میدونن که آدم های خوب نمیدونن؟ آیا اصلا کائنات برنامه‌ای برای آدم های خوب و بد داره؟ به پاسخ این سوالات خواهید رسید. با من همراه باشید. اینجا چی کار میکنی؟ گم شدم. درود به همه، من امیا هستم و اینجا کانال اسرار ماوراست. دلیل موفقیت آدم های بد که بعضی هاشون هم موفقیتی موقتی دارن اینه که اونا به خاطر پایبند نبودن به قوانین اخلاقی آزادی عمل بسیار بیشتری دارن و کمتر خودشون رو محدود میکنن. یکی از قوانین کائنات اینه که هر چقدر کمتر خودتون رو محدود کنین امکان رشد و پیشرفتتون بیشتره. اما باید حواستون باشه که هر عمل شما نتیجه و پیامدی داره و این زندگی کل بازی نیست، بلکه فقط یک مرحله از اونه. آدم خوبی که خودش رو محدود میکنه رشدش آهسته تر و محدود تره. از هر راهی پول در نمیاره، هر کاری رو به هر قیمتی انجام نمیده، در نتیجه پیشرفتش کنتره. آدمی که بده از هر فرصتی برای رسیدن به هدفش استفاده میکنه، از همه سوء استفاده میکنه و نگران آسیب زدن به زندگی دیگران نیست. کائنات یا خالق جلوی پیشرفت کسی رو نمیگیرن. شما آزادی عمل دارین و این آزادی تا حد زیادی محدود به رفتارهای دیگران و باورهای محدود کننده خودتونه. تصور کنین که یک کد آخر یک بازی شطرنج ظاهر شدین. هر مهره در جاییه. شما انتخاب نکردین که کجای این شطرنج قرار بگیرین و اینکه الان بازی در چه مرحله‌ایه تقصیر شما نبوده. اما از اینجا به بعد شما میتونین حرکت کنین، اما حرکات شما محدود شده به بازی که درونش قرار گرفتین. اگه اوضاع سخت باشه باید خیلی هوشمندانه حرکت کنین تا بتونین برنده بازی باشین، و اگه اوضاع خوب باشه شاید با یکی دو حرکت حریف رو مات کنین و شطرنج رو ببرین. این فرق کسیه که در شرایط خوب به دنیا میاد با کسی که در شرایط بد به دنیا میاد. پس شرایط بیرونی تا حدودی اختیارات شما رو محدود کردن، اما هنوزم میتونین نتیجه رو به نفع خودتون تغییر بدین. حالا تصور کنین که در این بازی شطرنج شما اخلاق مدار هستین و نمیخواین کاری برخلاف قوانین شطرنج انجام بدین. پس کارتون خیلی سخت تره نسبت به کسی که قوانین رو رعایت نمیکنه. اون ممکنه مهره ها رو جابجا کنه یا در شطرنج تقلب کنه. کسی از بالا شطرنج رو کنترل نمیکنه که بخواد با دخالت مستقیم جلوی ظلم یا بی‌عدالتی رو بگیره، اما کل سیستم به نوعی هوشمندانه سعی میکنه خودش رو سالم نگه داره و از یک دید وسیع‌تر درست کار میکنه. همه چیز انرژیه و شما در این مدت محدودی که زنده هستین فرصت دارین سطح انرژی خودتون رو بالا ببرین. اونایی که با انجام بدی و ظلم کردن در حق دیگران سریع پیشرفت میکنن در حقیقت این فرصت رو از دست دادن و خودشونو به ورطه نابودی بردن. همانطور که استادم میگفت کائنات هوشمنده و قوانینی داره که این قوانین اونو از دخالت مستقیم خالق بی نیاز میکنه. به سرگذشت دایناسورها نگاه کنین. نوع گیاهخوارشون خیلی سریع به محیط زیست آسیب می زدن و حجم زیادی از درخت‌ها و گیاهان رو می خوردن و از بین می بردن.
نوع گوشتخوارشون برای پستانداران دشمن بزرگی محسوب می شدن و نمیذاشتن رشد کنن و خطر بزرگی براشون بودن. اگه دایناسورا مونده بودن، امروز نه فضای سبزی وجود داشت و نه پستانداری. اما چه اتفاقی افتاد؟ امروز انسان‌ها هر بار که به طبیعت آسیب جدی وارد می‌کنن، دچار بلای طبیعی میشن. درختان و کوه‌ها رو از بین می‌برن و بعد سیل عظیمی میاد و تعدادی از انسان‌ها رو می‌کشه و خونه‌هاشون رو نابود می‌کنه. انسان‌ها مثل ویروس به جون زمین می‌افتن و منابع طبیعی رو مصرف می‌کنن. ازدیاد جمعیت همه چیز رو از بین می‌بره و بعدش هم انسان‌ها از گرسنگی خواهند مرد. جمعیت زیاد میتونست خطر بسیار بزرگی برای نابودی انسان‌ها باشه، اما از طرفی هزاران ساله که بیماری‌های کشنده میلیون‌ها نفر را از بین می‌برند و خود انسان‌ها هم مدام جنگ را می‌اندازند و خودشون را از بین می‌برند. در واقع نیازی نیست یه قدرت ماورایی دخالت مستقیم کنه. طراحی جهان به گونه‌ایه که به درستی کار می‌کنه. زمین قراره روزی نابود بشه با چند سناریو که قطعاً یکی از اونها اتفاق میفته. یکیش نابودی خورشیده که چند میلیارد سال دیگه رخ میده. یکیش برخورد کهکشان آندرومدا با کهکشان ماست که داره به سمتمون میاد. یکی دیگه سیاه چاله‌ایه که داره به ما نزدیک میشه و وقتی به ما برسه همه چیزو میبله و نابود میکنه. اما برای همه این اتفاقها سالها وقت داریم. این وقت زیاد برای چیه؟ بهش فکر کنین. این وقت زیاد برای اینه که انسان ها بتونن پیشرفت کنن و به کهکشان های دیگه مهاجرت کنن. همه چیز دقیق و با برنامه ریزی انجام شده. حتی اون همه جنگی که در گذشته بین امپراتوری های مختلف رخ داده باعث شده انسان های جنگ طلب و خشونت طلب کشته بشن و ژن اونا ادامه پیدا نکنه و کم کم ژن انسان‌های باهوش و اهل علم بیشتر بشه. باید دید بلند مدت به برنامه کائنات داشته باشین و خودتون رو برای مراحل بعدی حفظ کنین. زمان برای ما با زمان در کائنات فرق میکنه. طی کردن فاصله بین کهکشان‌ها هزاران سال طول میکشه. وسعت و عمر برخی از کهکشان‌ها اونقدر زیاده که اصلا در مغز ما نمیگنجه. پس اتفاقاتی هم که رخ میده اینقدر کوچیک و بی‌ارزش نیست. در این حد نیست که یک نفر بخواد سر بقیه کلاه بذاره، پولدار بشه و بعدم زندگیش تموم بشه. این مرحله ای از یک برنامه بزرگتره که یه عده به خیال اینکه توی مرحله اول میخوان برنده بشن، از کل برنامه حذف میشن. امروز ما یاد افراد خوب رو زنده نگه می‌داریم، نه افراد بد. آگاهی جمعی به حقیقت نزدیکه. افرادی که در نظر آگاهی جمعی افراد خوبی بودن و یادشون زنده مونده، کسانی هستن که به مرحله بعد صعود کردن. اونا افرادی هستن که جاودانه شدن و پاداش خوب بودنشون رو گرفتن. تمام آیین‌ها و مکاتب راستین و هر کسی که مکاشفه درستی داشته و به آگاهی بالاتر وصل شده، فهمیده که باید به سمت خوبی حرکت کنه و نام نیک از خودش به جا بذاره. کائنات جنایتکارها و ظالم‌ها رو نگه نمی‌داره. اونا رو به قعر تاریکی میفرسته و آگاهی‌های برتر و انرژی‌های پاک رو جاودانه می‌کنه.